15 ساعت تایم میخواد، یعنی بوت استرپ بخوای مفصل یاد بگیری چیه 12 ساعت آموزش میشه، یه چیزی بولش 8 ساعت هم پروژه بزنی. خب حالا دیگه من تلاش هم بکنم، نمیدونم چی از توش در بیاد، سخته ولی خب انشالله که بتونیم خوب یاد بگیری، چون بوت استرپ خیلی مهمه و ازش استفاده کنیم. خب اینجا بحث هدینگ ها اینا رو اومده مطرح کرده، میگه همه هدینگ ها حالا از H1 گرفته تا P و اینها نگاه کنیم، میگه این مارجین تاپشون رو که همه رو ریموف کردن، اینو خب دیگه باید بخونید دیگه، باز من اینجا براتون میخونم ولی خب مشخصه. و میگه مارجین پدینگشون هم نیم آرم، هر آرم هم گفتم که یادتون باشه میشد 16 پیکسل، نیمش میشه 8 تا. و میگه و پاراگراف هم ما مارجین یک بهش دادیم. حالا واقعا اینا دونستنش مهمه؟ نه به خدا مهم نیست، ولی بدونی مثلا تو ذهنت یه چیزی باشه خوبه، نبودم نبود مهم نیست. بیایم اینجا، من فعلا حالا همین سکشن رو رو داشته باشم، کلاس رو رو و ام صفر رو هم داشته باشم و یه سکشن حالا کلاس کول 12 میزنم فعلا. من میام می‌نویسم H1 و من می‌نویسم هلو ورد، کنترل دی H2، کنترل دی H3، کنترل دی H4، کنترل دی H5، کنترل دی H6، Alt F2 رو میزنم و میبینید که چقدر زیبا شد. رنگ این رو بر میدارید چون تو کلاس گذاشتیم، F5 میزنید، ببینید به این شکل ما رو در واقع قرار داده. خب اصلا فونت سایزش این اصلا مشخص تغییر کرده توی خود چیز، در واقع تو خود بوتستراپ اومده اینها رو مقدار دهی کرده. اگه بره توی ریبوت، که ریبوت توی بوتستراپ مین سی اس اس هم هستش، بره باز بکنه اینها رو مقدارشون رو عوض کرده. حالا کالم رو اگه بزنیم اینجا ببین، H1 فونت سایزش 2.5 آر ام یا رم و مارجین تاپش نیمه مشخص، لاین هیتش 1.2 خودش گذاشته و فونت ویتش هم 500. میتونی کامپیوتر رو بزنید ببینید فونت سایزش میشه 2.5 آره، میشه 2 تا 32 بله و 8.40 درسته، فونت ویتش 500، بلاک RGB اپل مثلا همچه چیزی و مارجین بلاک اند در واقع مقدارش 8 یا نیم آر ام. مارجین بلاک اند میشه هم مارجین باتم، خب مارجین بلاک استار در واقع مارجین تاپ میتونه باشه. میبینید در واقع مارجین بلاک اند و مارجین باتم مقدارشون یکیه. لاین هیتش هم که گوشته 1.2 در واقع 48 پیکسل، اینجا مقدار 1.2 که دارید میبینید، لاین هیتش که دارید میبینید میاد به این صورت در نظر میگیره که این 48 که دارید اینجا میبینید اومده فونت سایزش هر چقدر بوده، بگم 48 اگه اشتباه نکنم فونت سایزش 40ه، آها 40ه، 1.2 دیگه، حالا میشه 1 ضرب میشه 1ش میشه 40 پیکسل، 0.2ش میشه 0.2 ضرب در 40 میشه 8، میشه 48 پیکسل. 1.2 در واقع میذاره، یعنی اینکه فونت سایزش هر چقدر بود بیاد ضرب در 1.2 بشه. این مقداری که دارید اینجا میبینید این خاصیت هستش که خودش استفاده میکنه. حالا دونسته این هم مثلا چقدر مهمه، اینا که 48 که دارید میبینید هیتش شده و اومده دقیقا وسطش قرار گرفته. برای مواردی که اینجا وجود داره دیگه خودش گذاشته دیگه، حالا مثلا پیکسل هم لفته به صورت بای دیفالت 100% و مارجین تاپش هم صفره که خودش اصلا اینجا گفته بود که مارجین تاپش در واقع ریموف کرد از بین برد. خب مقداری که دارید می‌بینید به این شکل هستش. خب آیا کلاسی داریم مثلا به نام H1؟ مثلا کلاس H1 داریم؟ آره ببین کلاس اینو نوشت، کلاسی مثلا به نام H1 هم داریم. مثلا من کنترل W بزنم، F5 بزنم، الان ببین کلاس H1 رو هم در واقع ما به ایشون دادیم که کلاس H1 اگه دقت بکنید و میبینید گروپیه دیگه، میبینید کلاس H1 تا H6 و دقیقا همون هیدینگ H1 و H6 رو داده، یعنی اصلا شما تگ H1 رو بذارید یا کلاسش هم اینجا نذارید مقدار H1 رو خواهد گرفت، یعنی نیازی هم نبودم بذارم. شما هم خواستم این رو بدونید که به این شکل هستش. خب بریم این یکی قسمتش بحث ULLI و اینا هستش.
اومده گفته در موردش صحبت کرده، گفته به چه صورت هست، تگ پیری هستش در واقع به این شکل هستش، میگه بیا اینا رو امتحان کن و ببین چه شکلی میشه. خب باشه، همین هم اینجا میگم UL LI و مثلا مقدار هلو ورد رو میذارم و چند تا قرار میدم، یا نمیخواد آفتو یه کنترل F5 میذارم، میگه ببین این شکلی میشن اگه UL LI رو استفاده بکنی. خب یعنی در واقع شما اگه بیا اینجا UL تو نگه دارید به صورت بای دیفال مارجین تاپش صفر شده، مارجین باتمش یک آرمه، خودش اومده اینجوری این استایل ها رو ببین، منظورم میبینه تو ریبوت هم داده ها، ریبوت اومده این مقدار ها رو داده، یعنی شما میتونید در واقع اومد اینجا استفاده میکنید یو ال الای به این شکل میشه دیگه. پیری مثلا تگ پیری رو اگر استفاده بکنی، یه لورم بذاریم اینجا و اینجا یه F5 بزنی، ببینید که پیری رو به این شکل مقدار دهی کرده، خیلی هم زیبا. یه F12 بزنیم میتونید ببینید که اصلا تگ پیری چرا این شکلی هستش، بیایید روش و ببینید که دیسپلیش بلاکه، فونت سایزش 87.5% و کالرش هم به این شکل هست، اوورفلوش هم گوشته اوتو. آه میبینید تو ریبوت اومده این رو گذاشته، یعنی شما میتونستید اوورفلوش رو مقدار مثلا هیدن بذارید که ببینید از بین برد، یا مقدار در واقع اوتو دیگه، اوتو بذارید در واقع از همه طرف به این شکل میشه، یا مقدار اسکرول بذارید که به این شکل میشه، یا ریورس بذارید، اوورلی بذارید، اینشیال بذارید، اینهریت بذارید، هیدن بذارید، اینا دیگه دست خودتون، یا اصلا اوورفلو نداشته باشید، مثلا مقدارش رو به این شکل بیاد تعیین کنید. وقتی میخواید اوورفلو نداشته باشه دیگه باید حواستون باشه که ویتسش رو تعیین کنید. خب که نهید اینجوری اسکرول بخواید. خب من پیری رو برمیدارم بریم اینجا، نمیدونم تگ پیری رو یادتون بوده چه نه، گفتم هرچی می نویسید میاد شبیه به همون میشه. گزینه تیبل رو داریم، تیبل رو جداگونه در مورد صحبت میکنیم، پایین اینا اینجا در موردش هست، تیبل رو کامل در مورد صحبت میکنیم، ولی خب تیبل هم قشنگ میشه. حالا مثلا اینجا TRTD بذاریم، مثلا first control دیگه چند تا من میزنم اینجا، این دیگه مثلا قبل نیستش که شما ازش استفاده میکردین، یه مقدار از صفر خالصش هم یه مقدار همچه فرق بکنه با حالت قبل. اگه مثلا به اینجا کلاس تیبل رو بزنید ببینید خود شما سریع براتون تیبل رو اوکی میکنه، جنریت میکنه. حالا باشه در موردش میخوایم صحبت بکنیم و تیبل بزنیم باشه، دقیقا برای فرم ها هم داریم که فرم ها هم کلی میشه خوشگل کردش، در موردش کامل صحبت میکنیم اینجا گذاشته. بحث میگه تگ در واقع آدرس رو میتونید تو اینجا بیارید قرار بدید و یه شکل شمایل مربوط به خودش رو داره، حالا میتونید به اینجا تگ آدرس رو قرار بدید، مثلا من برمیگردم میگم تهران، تهران مثلا آزادی ستون افتاد همچه چیز و F5 رو میزنم، میبینید در واقع به این شکل میاد نمایش میده، حالا یه فرمت داره بلاک کد و این موارد تگایی هستن که اینجا هستن و میتونید ازشون استفاده. خب اینا رو میگه من اومدم تو CSS reboot اومدم مقدار دهی کردم، ما میگیم دست درد نکنه که مقدار دهی کردم، حالا میخوام ازشون واقعا استفاده کنم. تایپوگرافی میاد اینجا در واقع تو تایپوگرافی ما میخوایم کلی در مورد هدینگ و بادی و تکست و لیست و غیره بیایم در موردشون بیایم اطلاعات یا مقادیر رو قرار بدیم. اینجا اگه ببینید میگه که ما اومدیم یه سری مقادیر رو تو تایپوگرافی دادیم و شما میتونید ازشون استفاده بکنید با توجه به احتیاجاتتون. خب حالا فون بیس هستش، لاین هید بیس هست، فون فامیلی هستش، لینک کال، حالا اوه کلی چیز داره، میخوام در مورد صحبت کنم. خب اینا که همونایی بود که اینجا قرار داده بودیم، اومدش اینجا قرار داد، یه کلاسش هم میتونید قرار بدید که اصلا با کلاسش با همون حالت دارید استفاده میکنید فرقی نداره، ولی میتونید کلاساشو با چیزای دیگه هم بدید. مثلا اینجا من لورم دارم، بیام به اینجا برگردم بگم مثلا کلاس H1. خب یا اینجا F5 بزنم ببینیم مثلا به پیت کلاس H1 رو داد، مثلا بگو H3 و میزنیم این H3 رو میگیره، این قشنگ دم دستت سری میزنی اینها رو برای جنریت میکنم ازش استفاده. کلاس H5 رو بهش داری میده، یعنی یه سری فونت سایز اینها رو مثلا زیاد S6. اینا دیگه دست خودت. بریم یه ذره جلوتر، مثلا اینو پاک بکنم، اینو ببندم بشه حد نچرخم که
که اینجا دیدیم این کلاس مثلا داریم به نام اسمال، مقدار این چیزی که دارید اینجا میبینید، مثلا اینجا دارید میبینید این مقدار مثلا بیت فید سکند در واقع چی تکست. این فانسی دیسپلی هدینگ رو اومده توی H3 این شکلی نمایش داده. یک کلاس استفاده کرده به نام تکست میوت. خب تکست میوت یعنی چی؟ یعنی اینکه بیا ببین تکست میوت یعنی اصطلاح میوت که میشه صدا رو کم کردن یا اصطلاح خودمون خفه کردن صدا. تکست میوت یعنی که بیا تکست رو خفه کن یا اصطلاحا رنگ بی اثرش کن. خب رنگش رو میبینی نسبت به این رنگش کمتر میشه. من میام اینجا مثلا یه H1 میذارم، برمیگردم میگم مثلا ماینه میز دور از مثلا ماینه. خب دور از آمین رو میام تو تگ اسپن میذارم، برمیگردم میگم تکست میوت. خب بعد دور از آمین رو میذارم توش، میام اینجا F5 رو میبینی دور از آمین رنگش نسبت به این اصطلاح خفه شده یا کم رنگتر شده یا بی اثرتر شده. از تکست میوت میتونه استفاده بکنه. اینجا داره میگه میگه اینا یوتیلیتی ها هستن که دارید استفاده میکنید و برای بی اثر کردن. خب ما دقیقا یه چیزی هم داریم به نام دیسپلی ها. خب بیایم این دیسپلی ها چجوری هم مثلا من اینجا یه پی میذارم، من میگم میگم لورم حالا باشه لورم مثلا میشه هلو ورد و مقدار هلو ورد رو ما اینجا قرار میدیم و یه مقدار کلاس میذاریم مثلا به نام دیسپلی. خب دیسپلی 1 داریم، دیسپلی 2 داریم، دیسپلی 3 داریم و دیسپلی 4 داریم. خب یعنی اینجا و F5 میزنیم، میبینی حالت مختلف رو یا سایز مختلف دیتا های مختلف رو در واقع داره اینجا به شما نمایش میده. کلاس داریم به نام لید. بریم ببینیم کلاس لید چیه. پی اینا کلاس ها بعد با توجه به اینکه خودتون دوست داشته باشید میتونید استفاده کنید. لید رو بذاریم ببینیم چی در میاد. میزنید میبینید حالت خاکستری طوری هستش و اگر افتوازه بزنید کاملا میتونید بفهمید که کلاس لید چی هست. روش کلیک میکنید و میاد میبینید فونتش 1.25 آرم، فونت سایزش هم در واقع چقدر 300 اومده. این مقدار رو ما لید داریم. کامپیوتر هم بزنید میتونید ببینیدش و ببینید که فونت سایزش مثلا چقدر میشه 20 پیکسل، 1.25 و مقاله دیگه باشه میتونید اینجا بزنید و ببینید. خب این هم که به این شکل اومده اینجا قرار گرفت. آیا من نیاز از لید استفاده کنم؟ نه، اینه یه سری کلاسه. خب میتونی خودت بیا قشنگ براشون سی اس اس بنویسی، ولی من خب کلاس ها رو بهتون معرفی میکنم که بدونید و اگه دوست داشته باشه ازشون استفاده کنید. خب کلاس داریم مثلا همین بحثای میبینید روش خط کشیده، زیرش خط کشیده، بالاش خط کشیده، بولد کرده که میتونید نگاه کنید اینجا مثلا مارک کرده، اینجا این هایلایت شده. خب فکر کنم معلوم نیست اینو رنگش کرده، مثلا روش خط کشیده شده، دل استفاده کرده، اومده دوباره روش خط کشیده شده، اومده واسه تگ در واقع دل رو استفاده کرده، اینس زیرش خط بکشه، یو همون اینس و یو یه جور هستن، اسمال استرانگ ام. میگه من به ازای همه چیزایی که اینجا تعریف کردم براشون کلاس تعریف کردم. مثلا کلاس مارک داریم، میگه مارک اند اسمال کلاسایی هستن که موجود هستن و شما میتونید اپلای کنید، درخواست بدید مدل شبیه به اینها، استایل های شبیه به سیم میشه در واقع، استایل های شبیه به این رو که برای مارک و اسمال اومده تعریف شده. ببینیم واقعا اتفاق میفته یا نه. مثلا من میام برگردم میگم که آندر خدای اینس میشد اینسرت دیگه، بذار اسمال رو بدیم. حالا اسمال من میدم ببینید کوچیکش کرد، میام مارک رو هم میدم، هایلایت زرد پشتش انداخت دیگه. دیلیت رو هم نمیدونم دیلیت رو داره یا اینکه فقط حرفش میزنه، نه دیلیت نداره. اینسرت رو هم نداره، نه نداره. مثلا کلاس میگه آی و اینا رو دارم، مثلا آی ایتالیک میشه فکر کنم، آی نه نداشت. میگه در حالی که فیل بی و HTML این هایلایت بورز، نه اینا رو نداشت، اینا رو بعد اما خودتون بیاید اینجا قرارشون بید. مثلا اگه میخواییم به این شکل بشه بولد بشه، بیاید اینجا مثلا تو بولد قرار به این شکل بشه، فقط اینا رو داشت مثلا مقدار آی.
یه سری سی اس اس رو باید خودتون بنویسید دیگه. حالا مثلا اینسرت انداختن لاین، اگه یادتون باشه تکست دکوریشن بود مثلا لاین تو یا آندرلاین قرار بدید. اینا که هیچی، بلاک کد هم در واقع میگه کلاسی دارم به نام بلاک کد، مثلا من میام اینجا برمیگردم میگم لورم و برمیگردم میگم آره به جای اسپانیم استفاده نکنیم، برمیگردم میگم کلاس داریم به نام بلاک کد، میام اینجا مثلا بلاک کد قرار بدم. حالا اگه اینجا یه پی هم قرار بدم خودتون فرق بلاک کد و پی رو میدونید. بلاک کد در واقع به سمت داخل یه پدینگی داشتش. خب میگه بلاک کد، کلاس بلاک کد میتونید استفاده بکنید که اینجا خودش گذاشته. البته بلاک کد میگم چند تا مدل داریم، بلاک کد فوتر هم داریم. ببینید بلاک کد فوتر چیکار میکنه، حالت فوتری میکنه. میبینید اومده یه خطی انداخته و یه سایز یه قیافه خاص خودش رو داره، مثلا اومده به این شکل نمایشش داده. آها اینجا هم بلاک کد فوتر بود در واقع اومد گفتش. و الاینمنت ها رو داریم. ببین الاینمنت ها رو بهتون بگم، جالبه خیلی کارتون راحت کنید. الاینمنت ها رو ما خودم خیلی استفاده میکنم. یه اسم میذاریم، مثلا مقدار هلو ورلد رو میذاریم، بیام این طرف یه فنج میزنم، مثلا من میخوام بکشمش بسن دقیقا. تکست داره، تکست تکست سنتر، یعنی LG داره، MD داره، SM داره، XL داره. یه دفعه این رو میگم یه رو بقیهشون نمیگم، اما که میاد دقیقا وسط ما. مثلا شما باید میمید اینجا استایل باز میکردیم و همینی بشتیم مثلا تکست الاین سنتر، مثلا به سنتر قرار بگیم. اما که تکست الاین در واقع تکست سنتر قرار میدیم، برمیگردیم میگی MDSM یعنی چی؟ یعنی اینکه تا سر تا انتهای SM بیا وسط بایسته، بعدش که وسط ما های نسته. اما که من همین که بیاد زیر SM، اما که برمیگرد سمت چند دقیقا برمیگرد حالت خودش تا مثبت بینهایی تا 560 وسط، زیر 560 که میاد میره سمت چپ قرار میگیره. پس اینجوری میتونید در واقع مدل مختلف قرار بدید. مثلا برمیگردم میگم که تکست رایت مقدار رایت داره، تا ام دی رایت وایس. الان اگه میره سمت راست وای میسه، از مثبت بینهایی تا 768 راست وای میسه، نگاه کنید، از مثبت بینهایی تا 768 راسته، بعد از ام دی تا اس ام وسط. ببین ببین از ام دی SM. این MD که تمام میشه رایت بود، همین که میاد بره تو SM، از انتهای MD تا SM در واقع وسطه، وسط باید میسته، همین که بیاد زیر SM میره سمت چپ. اینا رو یه فکر میکنم فهمیدید به چه صورت هست. این مدل مختلف شهر کردم، تکست ها مختلف هم. تکست رایت خودش 5 تا حالت داره، تکست لفت 5 تا حالت داره، تکست سنتر 5 تا حالت داره، جاستیفای داریم. ما میایم اینجا فرض کنیم میگیم که لورم میاد برامون جاستیفای میکنه و فرض میزنه میبینه قشنگ مرتب شد. جاستیفای دیگه فکر کنم چیز نداشت اصلا. جاستیفای که میزنه اصلا حالت ال جی و ام دی اینا نداره. حالا مثلا ما اینو میتونیم به جای اچ وان بکنیم پی که بیاد اینا رو تعال تاکس. البته لورم شما زیاد خب اینم بحث تکست ها بود. اینا تکست رایت و تکست سنتر و به این شکلی در لیست ها رو داریم. لیست استایل ها رو بریم ببینیم لیست ها چجوری هست. تکست رایت و اینا هم که بهتون گفتم. ببینید ممکن هستش که شما اینجا مثلا یه UL داری، LI داری، مثلا مقدار Hello World و چند تا داری، مثلا 4 تا. یا این طرف یه فنج میزنم ببینید همشون بالت دارن. این بالت ها رو میتونید در واقع بیاید اینجا خیلی راحت کلاس لیست استایل، استایل لیست لیست ها ببخشید لیست آن استایل، آن استایل رو بزنید میبینی براش کلاس گذاشتن بیاد این رو آن استایل شد. گرچه سی اس اس چه خود میتونید بنویسید ولی خب به هر حال هستش. مقدار داره به نام
این لاین خیلی خوبه. یعنی چی؟ یعنی یو الایا رو کنار هم دیگه قرار میده، میاد می‌نویسید لیست این لاین، بعد مقدار داخلش هم می‌نویسید لیست این لاین آیتم، هر همه‌شون میان کنار هم دیگه قرار می‌گیرن. می‌بینید موارد که اینجا هستش، من میام اینجا برمیگردم میگم لیست این لاین و دونه دونه به فرزنداش همین مقدار رو میدم لیست این لاین آیتم. کپی می‌کنیم برای بقیه قرار نگیم، کنترل سی، کنترل بی، کنترل بی و کنترل بی. یعنی این طرف یه فنج بزن میبینی همه شون کنار هم دیگه قرار میگیرن. طبیعتا فکر میاد یه فنج بزن میبینی قضیه چیه، همیشه برای اون سوال باشه که چه قضیه داره اتفاق افتاده. آیا اپلکس استفاده کرده از فلوت؟ میایم اینجا و یو ال رو میزنیم و لیست استایل رو در واقع اومده پدینگ لفت داده و این مقالی رو اینجا گذاشته. ببینیم چی استفاده کرده. الای رو میزنم و مقدار لیست استایل رو آیتم بود. آیتم رو ببینیم مارجین رایت و نیم آرم گذاشته، دیسپلیش رو ببینیم این لاین بلاک گذاشته، یعنی در واقع از این لاین بلاک استفاده کرده. نه فلوت استفاده کردن، در واقع فلکس اومده از این لاین بلاک استفاده کرد و به این شکل درآورده. خب اینا براتون سوال باشه، مثلا بیا ببینید چیکار داره میکنه. خب ببینیم که این ترانکیت هم جالبه برای چیه. ببینید شما مثلا میاد اینجا یه پی میذارید، یه لورم میذارید، ضبط مثلا لورم لورم. خب میاد اینجا و فنج میزه، میبینید در واقع دیتا اومده جا نشد و انداخته پایین. خب یک کلاس داریم در واقع به نام تکست ترانکیت. خب تکست ترانکیت، خب ترانکیت که میزنید میبینید ادامه دیتا رو که اومد در واقع اومد چی میگم اومد زد اومد پایین و رفت کرد شکست اون پایین، و همین که رسید به انتها سه تا نقطه داره میذاره. یعنی اینکه آقا یه دیتا بزرگ هستش و سه نقطه زدیم و اومده اینجا به این شکل دیگه نمایش داده نمیشه. حالا من اگه بیام اینجا هی این رو ریسپانسیو هم هست نما کنید، در واقع تو حالتهای مختلف میبینی دیتا داره هی آپدیت میشه. این ترانکیت هم میتونی استفاده کنید، مثلا یه جایی دارید یه دونه پروداکت میسازید، مثلا سه تا پروداکت هستش، میخوای سامریش مثلا همه دیتاش نمایش داده نشه، همینجوری اسکرول بخوره بیفته، بخواهم مثلا چند تا کلمه اولش نمایش داده باشه، از ترانکیت میتونی استفاده بکنی. یک کلاسی هستش که اومد محدود کرد دیتا رو، حالا اگه نذاریدش طبیعتا ببینیم حالت اولش برد میگرد. خب این هم از ترانکیت بود که بعد بهتون میگفتیم. این روار هم که بحث گرید بندی رو گفتیم که هیچی اصلا چیز خاصی هم نداره. بریم سراغ کد. ببینیم کدا نه اینا به کارمونه، اینا رو بس خودتون میتونم بخونید، سخت نیست. بریم سراغ ایمیج.